داعش و مسئله زنان، سیاست‌های زن ستیز داعش. اخبار رسانه‌ها مملو از رفتار داعش با زنان، قوانین ضد زن، تجاوز به زنان و کشتن و سنگسار کردن زنان است. طی هفته‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیدند که در خیابان‌های عراق توسط تروریست‌های داعش فروخته می‌شوند. محمد الخزائی، سخنگوی هلال احمر عراق، گفته است عناصر داعش زنان وابسته به اقلیت‌های ایزدی و مسیحی را به عنوان کنیز می‌ربایند و آنان را برای فروش به بازار منتقل می‌کنند. الخزائی افزود داعش ده‌ها خانواده ترکمان، ایزدی و مسیحی را در فروگاه تل عفر دستگیر کرد، مردان را کشت و زنان را به کنیزی گرفت. وی در ادامه از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های عراقی خواست برای پایان دادن به شرایط دشوار انسانی در استان نینوا چاره اندیشی کنند. وزارت امور زنان عراق نیز در بیانیه از سازمان‌های بین‌المللی، دولت مرکزی و دولت محلی کردستان خواست برای پایان دادن به کشتار مردم بیگناه و به بردگی گرفتن زنان در عراق چاره اندیشی کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی حقوق بشر عراق تأیید کرده که نزدیک به 100 زن ایزدی در اسارت گروه تروریستی داعش هستند. زنهایی که همگی زیر 35 سال سن دارند. در گزارش آسوشیتد پرس آمده از تعداد زیادی از این زنها در مدارس موسل عراق به اسارت گرفته شدند. البته آنطور که سخنگوی حقوق بشر میگوید قرار است شرایط از این هم بدتر شود. فکر میکنیم داعشی ها به این زنها به چشم برده نگاه میکنند و برنامه های وحشتناکی برای آنها دارند. ایزدی ها فرقه ای هستند که یکی از قدیمی ترین جوامع را در شمال عراق پایه‌گذاری کرده و قدمت آنها به بیش از 6000 سال میرسد. با این حال این روزها گفته می شود 500 تا 600 هزار نفر از ایزدی هایی که در عراق سکونت دارند در جاهای مختلف پراکنده شدند. داعشی ها این فرقه را کافران می دانند و برخلاف مسیحی ها و یهودی ها که می توانند در ازای زنده ماندنشان مالیات بدهند، ایزدی ها نمی توانند نه مالیات بدهند و نه در منطقه تحت هدایت داعشی ها باقی بمانند. برخی رسانه‌های عراقی گزارشی منتشر کردند مبنی بر اینکه یک گروه شبه نظامی موفق شده با کمک عشایر شمال عراق 19 زن اسیر از اقلیت‌های مذهبی را از یک بازار برده فروشی گروه تروریستی تکفیری در داعش نجات دهد. گروهی به نام کتائب اسار المراقب این زنان را که از بازار برده فروشی داعش که به تازگی در شمال عراق دایر شده بود خریداری کرده و به خانواده هایشان برگرداندند. محمد آلبو آج، عضو مجلس شیخ و استان نینوا، گفته سن صدها زن به اسارت گرفته شده که در موس و تل عفر نیز نگهداری می شوند، بین 12 تا 40 سال سن دارند. خبر وجود بازار برده فروشی آن هم زنان اسیر برای بیشتر مردم عراق و افکار عمومی مردم جهان باور نکردنی است. خیلی ها تا پیش از این اعتقاد داشتند که اخبار و گزارش های مربوط به بازار برده فروشی یک جریان سازی رسانه است. اکنون مراجعه به برخی صفحات در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مردم عراق در شک و ناباوری به سر می‌برند. متاسفانه حتی رسانه‌های بین‌المللی حساس به حقوق زنان نیز در این خصوص عکس‌العمل جدی نشان دادند. بازار فروش زنان آن هم در قرن 21 کار ساده‌ای نیست، اما این جنایت هولناک واقعیت دارد. قبل از این نیز گروه اسلامی تروریستی بوکو حرام در نیجریه پس از اینکه حدود 300 دختر مدرسه ای را دزدیدند اعلام کردند که آنها را در بازارهای منطقه به فروش می رسانند و یا به عقد افراد خود در می آورند. روزنامه‌نگاری گفته بود جهان یا به سوی سوسیالیسم می رود و یا بربریت. متاسفانه وقایع و بسیاری از وقایع دیگر و وجود گروه‌های تروریستی اسلامی
و حکومت اسلامی ایران و عربستان سعودی و حامیان جهانی و منطقه آنها نشان می‌دهد که فعلا جهان در حول و حوش بربریت می‌چرخد. تعداد زنانی که توسط داعش به اسارت گرفته شدند معلوم نیست. طی 2 ماه گذشته هزاران خانوار مورد هجوم داعش قرار گرفته و آن تعداد از اعضای خانواده ها که در آوارگی به سر می‌برند از سرنوشت عزیزانشان خبری ندارند. البته آمارهای رسمی از تعداد 500 زن اسیر شده خبر می‌دهند، اما منابع غیر رسمی می‌گویند تعداد زنان به دام افتاده بسیار بیشتر است. حتی یک گزارش حاکی از آن است که ایزدی‌ها از نیروهای نظامی و کردها خواستند نسبت به بمباران و انهدام 2 مدرسه در موسل و تل عفر محل نگهداری موقت زنانشان اقدام کنند تا آنان به جای بردگی کشته شوند. اعمال ضد انسانی گروه تروریستی داعش و دیگر گروه‌های اسلامی دیگری مانند القاعده، النصر و غیره پشتوانی ایدئولوژیکی هم دارد. مانند فتوای صالح الفوزان که در یک نوار ویدئویی منتشر شده گفته اقدام داعش در خرید و فروش زنان و دختران عراقی حلال است و هیچ منع شرعی ندارد. این تنها یکی از این دست فتواهای اسلامی است، چرا که در 3-4 سال گذشته شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت مملو از این افکار ضد انسانی و زن ستیز است. به گزارش رسانه‌ها در حملات اخیر داعش به شهرها و روستاهای عراق بیشتر مفقود شدگان زنان و نوجوانان هستند. داعش در برابر آنها از هیچ جنایتی همچون ازدواج اجباری، گروگانگیری، روبودن، زندانی، عملیات انتحاری و فروش چشم پوشی نمی‌کنند. از 20 خرداد ماه تا کنون که داعش توانسته است استان نینوا و مرکز آن موسل را به اشغال خود درآورد، دست کم 5 استان دیگر نیز به صحنه نبرد میان ارتش و داوطلبان غیر نظامی با این گروه تروریستی تبدیل شده است. استانهای صلاح الدین، دیالی، الانبار، کرکوک و بابل و حتی بخشهایی از بغداد به طور مستقیم درگیر جنگ علیه تروریسم شدند. اکنون دولت عراق تصمیم گرفته با ثبت نام مفقودان پرونده جدید درباره قربانیان تروریسم باز کند تا بتواند از این طریق ضمن پیگیری سرنوشت مفقودان خانواده های آنان را تحت پوشش قرار دهد. وزارت حقوق بشر عراق همچنین از کمیساریای عالی امور پناهندگان برای روشن شدن سرنوشت هزاران انسان مفقود که در دام داعش گرفتار شده اند چاره اندیشی کنند. یک عضو کمیساریای عالی حقوق بشر عراق اعلام کرده است که تروریستی داعش صدها نوجوان و جوان موسل را زنده به گور کرده است. به گزارش پایگاه خبری سومری نیوز، فاضل الغراوی به صدور بیانیه اعلام کرد داعش این افراد را در گورهای جمعی دفن کرده است در شرایطی که زنده بودند. هزاران خانوار در حالی از خانه‌های خود رانده شده و آواره شده اند که در حین فرار برخی از افراد خانواده خود را گم کرده اند. بسیاری نیز زور بوده شده اند و به اسارت برده شده اند که صدها زن ایزدی از آن جمله اند. همچنین برخی گزارش هاکی از آن است که داعش بعد از روبودن و یا جلب نوجوانان و کودکان زیر 15 سال از آنان برای عملیات انتحاری بهره می گیرد. داعش در روزهای آغازین یورش به شمال عراق پایگاه اسپایکر را که در آن 1700 دانشجوی نیروی هوایی ارتش عراق در حال طی کردن دوره آموزشی بودند به اشغال در آورد که از سرنوشت این دانشجویان زیر 22 سال خبری نیست. برخی منابع گفتند داعش آنان را به صورت جمعی تیرباران کرده و در گورهای جمعی دفن کرده است. اما برخی نیز گفتند تعدادی از این دانشجویان هنوز زنده و در اسارت به سر میبرند و حتی گفته شده داعش با خانواده های برخی از آنان تماس گرفته
و از آنها خواسته است به دولت فشار بیاورند تا در ازای آزادی زندانیان داعش آنان را آزاد کنند. شواهد نشان می‌دهد که بحران مفقودین در آغاز راه است، چرا که جامعه عراق ملتهب و درگیر جنگ است و هنوز بسیاری از آوارگان همچنان در وضع بی‌ثباتی قرار دارند و زمانی که بحران امنیتی فروکش کند و این آمار دقیق‌تر به ثبت برسد، بحران اجتماعی ناشی از مفقودان سرباز خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری سومری نیوز از بغداد، گروه‌های وابسته به داعش با پرداخت مبالغ قابل توجهی به برخی از جوانان آنان را برای عضویت در باندهای خود جذب می‌کنند و حتی قبل از آن این افراد را به عملیات انتحاری بفرستند، به آنان قرص‌های روانگردان می‌خورانند. برابر این گزارش، یکی از سرفندهای باندهای وابسته به داعش برای جذب جوانان و نوجوانان تصویر برداری از زنان و دختران برهنه است. چنانچه پس از تصویر برداری همین زنان و دختران را تهدید می کنند که اگر با داعش همکاری نکنند تصویرشان را منتشر و یا به سران داعش تحویل می دهند تا مجازات شوند. پیش از این کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق اعلام کرده بود داعش از کودکان در شهرهای تکریت و موصل به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت عراق نیز اعلام کرده است تعداد آوارگان عراقی از زمان حملات گروه داعش به مناطق عراق تا کنون به 1,650,000 تن رسیده است. جهاد نکاح. گروه تروریستی داعش با نام جهاد نکاح جنایت‌های زیادی را در سوریه و عراق انجام داده است و حتی مسیحیان را در شهرهای مسیحی نشین سوریه مجبور کرده بود یا زنان خود را در اختیار فرماندهان این گروه قرار دهند و یا مبالغ هنگفتی را به عنوان جریمه پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری نون عراق، فرماندهان گروه تروریستی داعش جدول‌های زمان‌بندی شده‌ای برای انجام جهاد نکاح بین اعضای خود منتشر کردند. در این زمینه، سندی در یکی از مخفیگاه‌های داعش به وسیله نیروهای امنیتی عراق کشف شده است که این جدول نام‌هایی را از گردان تروریستی موسوم به الفاروق به نکاح با زنانی که زنان مجاهد نکاح نامیده شدند در خود جای داده است. چندی پیش یک مفتی وهابی عربستانی با صدور فتوایی راه را برای زنان و دختران جویای پول نیز باز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، مفتی 42 ساله عربستانی در جدیدترین اظهارات خود این پدیده را موسوم به جهاد نگاه را معرفی کرده است که بر اساس آن دختران و زنان عرب را برای اعزام به سوریه و ازدواج‌های چند ساعته با جنگجویان ضد سوری تشویق می‌کند. این شیخ در حال این فتوا را صادر کرده که پیش از این صحبت کردن دختر با پدرش را تنها در صورتی حلال دانسته بود که مادرش نیز حضور داشته باشد. این مفتی وهابی معتقد است نشستن دختر نزد پدر و صحبت کردن با وی اگر در حضور مادرش نباشد شیطان را به میان می‌کشاند و ممکن است به گناه منجر شود، به ویژه اگر آن دختر لباس‌های نامناسب پوشیده باشد. مفتی‌های وهابی از 2 ماه پیش این فتوا را در تونس ترویج کردند و با بیان اینکه اگر دختران و زنان برای رفع نیازهای جنسی جهادگران به سوریه بروند، ثواب بهشت را دریافت می‌کنند. ابو غسی، یکی از تروریست تونسی در سوریه، از اعزام 13 دختر تونسی به سوریه برای عمل به این فتوای خبر داد و گفت یکی از زنان رقاصه شبکه غنوه مراحل جذب اعزام این دختران را انجام داده و هنوز هم در این زمینه فعالیت می کند. انتقادهای شخصیت‌های سیاسی و دانشگاه‌های تونس از کوتاهی دولت در این زمینه باعث شد نورالدین خادمی وزیر امور دینی این کشور به طور رسمی واکنش نشان دهد و محمد العریفی و فتوایش را زیر سؤال ببرد.
سلمى اللومی الرقیق یکی از رهبران حزب ندای تونس رواج این پدیده را ننگ و آری برای تونس و جامعه و مردم تونس دانست و تأکید کرد باید همگان به این پدیده خطرناک و شگفت‌آور معامله کرد. وی دولت را متهم به کوتاهی در این زمینه کرد و گفت ما پدیده ای هولناک و خطری واقعی روبرو هستیم که جوانان را می رو بایند. اما چون مسئله از همان ابتدا حل و فصل نشد، اینک باید تلاش های مضاعفی برای شناسایی عاملان این کار صورت گیرد. شبکه تلویزیون المیادین نیز گزارش داد برخی گروه های سیاسی در تونس دستگاه های امنیتی این کشور را به مجبور کردن شماری از دختران تونسی به عمل این فتوا متهم کردند. مراد الندلسی گزارشگر المیادین از تونس گزارش داد جهاد نکاح اصطلاح جدیدی است که در جامعه تونس جنجال به پا کرده است. این فتوا که در کشوری دور از سوریه صادر شده است موجب شد برخی دختران تونسی به آن عمل و به سوریه عزیمت کنند. مراد العمدونی نماینده مجلس مؤسسان تونس از جنبش شعبل گفت من دولت و کل ساختار حکومت از جمله مجلس و مؤسسان را مسئول این گونه حوادث می دانم. متاسفانه امروز تونسی ها به ابزاری برای در دست دستگاه‌های اطلاعاتی تبدیل شدند. مقام های سازمان ملل نیز اعلام کردند بر اساس جدیدترین گزارش هایی که از اوضاع عراق به دست آمده است، زنان و دختران زیادی مورد تعرض قرار گرفته و بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم این کشور به دلیل ترس و ناامنی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. والری ایموسون معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک‌های انسان دوستانه گفته است نگران اعمال خشونت علیه مردم این کشور و همچنین کمبود مواد غذایی و بهداشتی آنان هستیم. وی تصریح کرد شمار زیادی از کودکان و زنان عراقی توسط گروه داعش روبوده شده و مورد تجاوز قرار گرفتند. این مقام سازمان ملل با اشاره به خودکشی برخی از زنان و دختران عراقی طی روزهای گذشته گفت متاسفانه بسیاری از مردم عراق شاهد تجاوز به زنان و دختران خود بودند که این مسئله بعد از اتمام درگیری ها در این کشور به یک بحران برای خانواده های آنان تبدیل خواهد شد. بر اساس این گزارش حدود 20,000 زن و دختر عراقی در معرض خطر خشونت های جنسی توسط گروه تروریستی داعش قرار دارند. از سوی دیگر تمرکز خبرگزاری ها بر انتشار زنان نظامی کرد که سلاح بردوش علیه داعش می جنگند به نوعی شکستن تابلو و کلیشه های جنسیتی از نقش زنان در جنگ هاست. تصویرهای منتشر شده از زنان کرد و حضور آنان در عملیات نظامی همدوش با مردان در مقابل تصویرهای زنان به صورت قربانی جنگ می ایستد و نوعی الگوی مقاومتی را در برابر الگوهای زن ستیز و مردسالار به ویژه گروه های اسلامی نشان می دهد. همین تصویرها در مقابل فتواهای اخیر داعش برای مسلح کردن آلت تناسلی زنان و یا ازدواج‌های اجباری قرار می‌گیرد و در نتیجه تصویر متفاوت‌تری از زنان که همیشه قربانی بودند را نشان می‌دهد. این تصاویر می‌گویند که از یک سو زنان قربانی خشونت‌های وحشیانه در جنگ را تهمان می کنند. از سوی دیگر همین زنان هستند که سلاح به دست به صورت برابر با مردان به مبارزه با تجاوز علیه داعش می پردازند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که تروریست های داعش که تحت نام دولت خلافت اسلامی بر موسل حکومت می کنند با صدور فتوا دستور ختنه همه دختران و زنان درون و اطراف شهر موسل را صادر کردند. ژاکلین بتکاک هماهنگ کننده امور انسان دوستانه در عراق و کارمند مقیم سازمان ملل در گزارش ویدیویی از اربیل به خبرنگاران در ژنو گفت این فتوا که توسط پیکارجویان سنی اسلامگرا صادر شده
شامل حال 4 میلیون زن و دختر می شود. او گفت گزارش های جاری که به ما می رسد از تحمیل فرمان ختنه یا مثل کردن آلت جنسی همه دختر بچه ها و زنان تا سن 49 سالگی خبر می دهد. این در عراق و به ویژه در این منطقه چیز کاملا تازه است که موجب نگرانی عمیق و باید مورد بررسی قرار گیرد. به گفته بدکات، ارتباط سازمان ملل با دولت اسلامی در حد صفر است، اما کارمندان سازمان ملل با رهبران قبایل در مناطق تروریست زده کار می کنند. خانم بکاک درباره چند و چون این گزارش ها می گوید نمی توانم در این باره توضیح بیشتری بدهم مگر آنکه به منطقه بروم و از آن محل اطلاعات به دست آورم. ختنه زنان عبارتند از بریدن بخشی یا تمامی از بخش خارجی آلت تناسلی زنان است و سنتی است که در بسیاری از کشورهای آفریقایی و مسلمان اعمال می شود و به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن زنان از خواسته های جنسی و جلوگیری از اعمال غیر اخلاقی آنان توجیه می شود. بدکاگ می گوید در سراسر جهان بیش از 130 میلیون زن و دختر مورد مثل‌سازی آلت جنسی قرار گرفته و هم‌اکنون بیش از 700 میلیون زن زنده نیز در کودکی ازدواج کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2012 با تصویب قطعنامه از کشورهای عضو خواست ختنه زنان را ممنوع کند. زن ستیزی در اسلام. زن ستیزی گروه ها و حکومت های اسلامی ریشه در ایدئولوژی اسلامی آنها دارد. در قرآن نوشته زن کشتزار مرد است. مرد حق دارد همسرش را تنبیه کند. زن نصف مرد به حساب می آید. شهادت دو زن برابر یک مرد است. گروه های اسلامی مجاز است هر کاری با زن اسیر بکنند. اما ممالکین فاتحین حساب می شوند و برده آنها هستند. میلیون ها انسان در جهان زندگی می کنند که خود را مسلمان می دانند بدون آنکه از متن قرآن خبر داشته باشند. آنها حتی نمی‌دانند که در متن قرآن زن موجودی بی ارزش و برده مرد محسوب می‌شود. فرمان‌هایی که قرآن برای زنان، کافران، مرتدین، رابطه خارج از ازدواج‌ها و ده‌ها مورد دیگر داده است. در قرن 21 به قوانین گروه‌های اسلامی مانند داعش و یا حکومت اسلامی ایران و عربستان و غیره تبدیل شده است. در سوره نساء آیه 24 قرآن آمده است و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند. این موارد در فتواهای داعش در مورد اسیران و کنیزان موجود است. بنابراین داعش قوانین داعش اسلام ناب محمدی را پیاده می کند. داعش زنها را وادار به جهاد جنسی می کند و دختر بچه ها را وادار به ازدواج با افراد خود کردند. داعش در شهر موس دادگاهی تشکیل داده و کسانی را که از ازدواج دخترانشان با اعضای داعش جلوگیری می کنند مجازات می کند. در مورد زنان شوهردار فتوا داده است که آنان باید روزانه 5 ساعت جهاد نکاح داشته باشند و در صورت عدم پذیرش حکم بردگی کنیز بر آنان جاری می شود. دختران زنان غیر شوهردار نیز در صورت عدم قبول جهاد نکاح و یا بردگی حکم قتل بر آنان جاری می شود و اکنون با صدور فتوا دستور ختنه همه دختران و زنان درون و اطراف شهر موس را صادر کردند. تمام دختران و زنان شهر موس و نواحی نزدیک آن باید به اجبار ختنه شوند. داعش توسط تیم‌های حرفه‌ای تعدادی از نهادهای امنیتی شکل گرفت که در مقابل القاعده قرار گیرد. القاعده که رهبری و ساختار آن پس از ترور بن لادن توسط نیروهای امنیتی آمریکا در پاکستان تا حدودی از هم پاشیده شده است. اما مشکل آن است که گروه‌های تروریستی و ایدئولوژیک مذهبی دست کم از دهه 70 میلادی به این سو عمدتاً
توسط دولت‌های غربی و منطقه‌ای بازتولید شده و امکانات مالی و لوجستیکی بی‌سابقه‌ای در اختیارشان قرار داده شده است. در واقع سیستم سرمایه‌داری جهانی و دولت‌های سرمایه‌داری دست کم از جنگ دوم جهانی تا کنون در راستای تضعیف گرایشات چپ به خصوص جنبش کارگری کمونیستی، همواره گرایشات راست و فاشیستی و مذهبی را تقویت کرده است. اما با تحولات جهان، گروه‌های مذهبی نیز به بلوک بندی‌های مختلفی تقسیم شده است. بنا به گفته کارشناسان شرایط در عراق بسیار پیچیده است، اما آمریکا به دلیل جنگ عراق و اشغال این کشور یک شریک جرم در تحولات امروز این کشور بوده، اما در این میان نباید به سیاست فرقه گرایانه در عراق بی توجه بود. گروه های سیاسی عراق که در دهه گذشته با حمایت آمریکا قدرت را در دست داشتند، منافع شخصی و ایدئولوژیکی خود را بر منافع مردم و کشور ترجیح دادند و فضای وحشتناکی در عراق به وجود آوردند. در این میان هرچند حملات هوایی آمریکا پیشروی های داعش در عراق را طولانی و دشوار کرده، اما این اقدام راه حل اساسی بحران عراق نیست. این اقدام تروریسم داعش را مهار نمی کند، چرا که راه حل این مسئله به خصوص سیاسی است نه نظامی. بنابراین گروه تروریستی داعش یک شکاف سیاسی در عراق را پر کرده است. از این رو حملات هوایی آمریکا نه تنها می تواند کمی زمان بخرد، بلکه می تواند آنها را به نابودی بکشاند. سیل سلاح هایی که اکنون به سوی کردستان عراق سرازیر شده است، احتمال دارد فردا در اختلافات و درگیری های داخلی و یا سوء استفاده های گروه های خشونت طلب قرار گیرد. در این میان ورود حکومت های ارتجایی مانند حکومت اسلامی ایران جنگ داخلی عراق را حادتر خواهد کرد. به علاوه احتمال دارد این درگیری های فرقه‌ای و تروریستی به درون ایران نیز کشیده شود. حکومت اسلامی ایران تا کنون با گروه های شیعه و دولت مالکی در عراق همکاری نزدیک داشته و اکنون بیش از پیش پایش به کردستان عراق نیز کشیده شده است. مهمتر از همه دولت های غربی نیز خواهان دخالت هرچه بیشتر و آشکارتر ایران در امور داخلی عراق و کردستان عراق هستند. در پایان میتوان گفت که در حال حاضر هیچ راه حل کوتاه مدتی برای بحران عراق وجود ندارد. تنها کاری که در حال حاضر اولویت دارد این است که جلوی پیشروی تروریست های داعش گرفته شود تا از نفوذ بیشتر آنها به ویژه در اربیل و بغداد جلوگیری گردد. اما فراتر از همه باید سیاست های جهانی و منطقه نسبت به تحولات عراق و سوریه و غیره تغییر کند و حکومت‌های سرمایه‌داری جهانی دست از تقویت و تسلیح گروه‌های تروریستی مذهبی و ناسیونالیستی و همچنین سرکوب جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه و برابری طلب دست بردارند تا کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان و روشنفکران و نیروهای چپ و سوسیالیست در بطن مبارزه پیگیر طبقاتی گروه‌های تروریستی مذهبی فاشیستی و ناسیونالیستی را کنار بزنند و دست کم حکومت‌های سکولار و عدالت‌جوی خود را به قدرت برسانند. البته چنین انتظاری از سیستم سرمایه‌داری و دولت‌های توهمی بیش از این نیست و تا روزی که طبقه کارگر در این کشورها با متحد کردن جنبش‌های اجتماعی و جلب پشتیبانی طبقه کارگر جهانی در بطن تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای منطقه خاورمیانه قرار نگیرد، وضع روز به روز بدتر خواهد شد.